کندوز، ولایتی که در آتش نبرد شب و روز می سوزد. باشندگان این ولایت شب و روز ندارند و همیشه صدای توپ، تیاره و گلوله ها را می شنوند. 6 روز تمام جنگ شدید خواب را از چشمان کودکان تا بزرگ سالها گرفته است. اشرف غنی کسی است که در پشت مایک است. برای خدا ایر پیشترم گفتم موضوع سیاسی نیست، خاطره نیک است که از یک نفر باقی مانه. کرزی به خاطر ما گریه میکرد، میگفت درد دارم، گریه میکرد پشت مایک. اشرف غنی خنده میکنه، ایر برین از پیش پرسان کنین، ما مردم قندوز دیگه چه پرسان میکنیم؟ سرخه میمو چرا خنده میکنه؟ چرا خنده میکنه؟ تو به خاطر ما بیاد این خیمه بیا که تو رئیس جمهور هستی، بیا اشک ما را پاکو شانه ده برای بابان که ما سر خدا بانیم گریه کنیم اگه تو رئیس جمهور هستی. حکومت باید تدابیر پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از تکرار فاجعه همچو قندوز و وقوع جرایم جنگی در آن ولایت روی دست بگیرد. در جنگ قندوز کیها دست دارند و یگانه عامل سقوط آن به دست مخالفین مسلح کیها هستند؟ ما فکر میکنم که اشرف غنی سوال باید خودش جواب بده و ما ملت اگست، ما مردم هستیم، ما به گپ اشرف غنی قطعا باور نداریم. هیچ کسی به گپ نه دکتر عبدالله ش اعتماد اعتبار داریم، نه مردم ما به گپ اشرف غنی اعتبار و اعتماد دارن، چون اینا بسیار وعده دادن، بسیار دروغ گفتن و با همین دروغگویی ها مردم قندوز تباه و برباد کردن و هر معامله که خودشان کردن حالا نمیتونن که جمعش کنن. میگویند نبرد قندوز فاجعه به بار آورده و از افراد ملکی قربانی گرفته است. از تجاوز گروهی جنسی مخالفین مسلح دولت بالای زنان تا چور کردن و به غارت بردن اموال آنان. ما ایراده این میدانیم که دولت با وجودی که مقابل است با یک جنگ بسیار شدید پارتیزانی و تروریستی، اما حادثه قندوز به ما نشان داد که اینا آمادگی عاجل در قسمت دفاع از مردم ندارن. اگر دولت اقدامات جدی نکنه مسلما نموی اعتماد مردم بیشتر از این نسبت به حکومت وحدت ملی کمتر شد و مردم این تصمیم مردم افغانستان است که نسبت به دولت افغانستان اقدامات بعدی را خواهد کرد. من فکر میکنم که در اون صورت یک بحران بسیار کلان متوجه حکومت افغانستان خواهد بود که در اون زمان کنترلش مشکل خواهد بود. برخی باشندگان قندوز که تازه به ولایت کابل آمده میگویند دیگر اعتماد و امیدشان را از رهبران حکومت وحدت ملی از دست دادند. خانمایی که اینجا میبینین همگی اولادایشون به قندوز مانده، شوهرایشون به قندوز مانده، بچهای کلانشون گم هستن، سردرگم هستن، تازه هیچ معلوم نیست که با کجا هستن، چی وضعیت هستن. شما باور کنین پیشتر از واکر مسنج دوستا زنگ زدن میگه بیرون میریم، عسکرای ما اردوی ملی پلیس ملی ما اونجا نان ندارن، فامیلا نان ندارن، از مریضی مردن. شما دیدین که دیروز شفاخانه رو درست کردن زدن، بچه بلیاز خدای چی حالت هستن. کسایی میخواستن که سقوط کنه، به اون خاطر اینا نمیخوان به این شکل، چون جنایتکارا متاسفانه در قدرت هستن، در رأس قدرت هستن، به قدرت خود ادامه میدن، به اون خاطر تغییرات نمیآید. در حالی که 6 روز از حادثه قندوز میگذرد، اما این ولایت هنوز هم در آتش نبرد میسوزد. برخی باشندگان این ولایت که در اینجا آمدند و خیمه تحصن برپا کردند، از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا به زودترین فرصت قندوز را از دست مخالفین مسلح دولت نجات دهند. اما حالا دیده شود که رهبران حکومت وحدت ملی در قبال از بازپسگیری ولایت قندوز و پاکسازی این ولایت از مخالفین مسلح دولت چی اقدامات را روی دست خواهند گرفت. نیروهای امنیتی افغان نیز در حال حاضر در ولایت قندوز در نبرد شدید با مخالفین مسلح دولت قرار دارند. اجمل هاشمی، تلویزیون نورین، کابل.